دفترچه راهنمای کارخونه پلی تایم به همون یه شخصیت کاملا جدید معرفی کرد که اسمش رو با حروف اختصاری پی دبلیو نوشته بودن. شاید حتی ما توی بازی هم نقش همین آدم رو داشته باشیم. ولی فعلا اینکه کی هستش یه رازه. اما چند تا نکته توی این دفترچه هست که شاید بهمون همون سر نخواهی بده. پس پی دبلیو کیه؟ توی شرکت چیکاره بوده و آیا ما توی پاپی پلی تایم نقش همین آدم رو داریم؟ این دفترچه راهنما قبلا مال پی دبلیو بوده یه کارمند قدیمی توی پلی تایم توی کل این دفترچه یادداشتهایی گذاشته که بهمون اطلاعات بیشتری در مورد راز پشت این شرکت و دروغهایی که پخش میکردن میده همچنین گزارش های پیشرفت و اتفاقهایی که قبلا کسی ندیده بود رو اضافه کرده این دفترچه کمک میکنه تا بفهمیم توی پلی تایم کو واقعا چه اتفاقاتی میافتاده همون اولای دفترچه یه یادداشت هست که توضیح میده کی بوده و یکم در مورد گذشتهش صحبت میکنه توش نوشته که هنوز نمیفهمند چرا پلی کو استخدامش کرده یه زیست شناس برای تحقیق و توسعه توی یه کارخونه اسباب بازی گفته بودم پی دبلیو دقیقا همون مهارت رو داره که پلی کو میخواسته ولی راجع به اینکه دقیقا میخواستن از مهارتاش برای چی استفاده کنن مبهم هم صحبت کرده بودن خب چرا یه کارخونه اسباب بازی باید یه زیست شناس برای تحقیق و توسعه استخدام کنه خب قطعا برای اینکه توی پروژه بدنهای بزرگتر شرکت کنه حالا پی دبلیو واقعا نگفته که مستقیم توش دخیل بوده یعنی کی همچین چیزی رو میگه دوست ندارید مردم بدونن که توی آزمایش روی بچه های بیگناه شرکت داشتید خودشون رو توی کل یاداشا یه جور تماشاچی بیگناه نشون میدن ولی خب آخرش میفهمیم یه یادداشت راجع به عروسک پاپی است که چطور ماهیت شبیه انسانش یه راز به شدت محافظت شده است و اینکه چطور ممکنه همچنین نوشته شده که پی دبلیو واقعا چند تا قرارداد محرمانه امضا کرده پس شاید به همین دلیل که حتی بعد از تعطی شدن شرکت راجع به هیچ کدوم از اینا مستقیم حرف نمیزنن مطمئنم قرارداد محرمانگی هنوز فعاله چون هنوز سرنوشت مدیرهای بالا رو نمیدونیم احتمالا اکثرشون مردن ولی تایید نشده یادداشت همچنین میگه پی از کسی راجع به عروسک پاپی پرسیده و اون بهش گفته آسون تر از اون چیزی که فکر میکنه این یعنی پی واقعا نمیدونه چطوری کار کنه ولی بله بذارید روشنتون کنم که این راجع به عروسک پاپی هستش نه بدنهای بزرگتر این نکته رو لازم بگم چون عروسک پاپی یه جون منطقه خاکستریه به خاطر اینکه معلوم نیست کی ساخته شده و پروژه بدنهای بزرگتر کی شروع شده قطعاً چیزهای بیشتری در مورد پاپی وجود داره که مطمئنم توی آینده یاد میگیریم توی یه یادداشت دیگه نوشته شده که نسخه های بدن بزرگتر از اسمایلین کریتزو درست کردیم این یعنی پی در واقع توی پروژه بدنهای بزرگتر اخیر بوده یه یادداشت دیگه در مورد میستیلایت هم میگه که از این به عنوان مدل استفاده میکنیم پی دبلیو میگه ما به جای اونها این داره اشاره میکنه که پی دبلیو به پروژه بدنهای بزرگتر وصل بوده حالا شاید پی دبلیو از کلمه ما برای کل پلی تایم کو استفاده کرده باشه نه فقط خودش اما فکر نمیکنم اینطور باشه چون پی دبلیو توی کل این دفترچه یه عالم گزارش پیشرفت و اتفاق گذاشته مثل گزارشی در مورد بابی برهاک که حقیقت ناراحت کننده پشت بعضی از آزمایش ها رو بهمون به نشون میده اینکه چقدر دردناک و آزاردهنده بودن اما یه گزارش خاص است که با بقیه فرق داره گزارشی که شاید متوجه شده باشید بیشتر در مورد کارمندها صحبت میکنه تا بقیه این گزارش اتفاق برای کتنپ هستش و پی دبلیو همچنین نشون میده که اونا بخشی از بخش علمی بودن گزارش بهمون میگه که بعد از اینکه کتنپ بدن بزرگترش شد چی سرش اومد اینکه چطور به خاطر سهل انگاریشون جون 6 تا کارمند رو گرفت و تهش رو هم خود پی دبلیو امضا کرده پس احتمالا این گزارش اتفاق خاص از دیدگاه پی دبلیو و خودشون نوشتنش. همچنین متوجه میشید که صفحه دوم با بقیه گزارشها اتفاق فرق داره. خیلی داره روی این موضوع تاکید میکنه که باید قدمهایی برای محافظت بهتر از کارمندها برداشته بشه. روش تاکید میکنه که اونا آدم هستن، نه فقط وسیله. اونها دوستاشون بودن، همتیمیاشون. گزارش حتی اسم همه کسایی که جونشون رو از دست دادن لیست میکنه. این چیزی که این گزارش رو با بقیه متفاوت میکنه. بقیه گزارشها فقط در مورد اتفاق صحبت میکنن، در حالی که این یکی راجع به های از دست رفته حرف میزنه. این نشون میده پی دبلی واقعا به کارمندا اهمیت میداده یا به قول خودشون دوستاشون این گزارش داره روی این موضوع تاکید میکنه که یادشون بمونه اون آدما کی بودن تا به مدیرهای بالا یادآوری کنه که امنیت مهمه تای گزارش پی دبلیو حتی میگه با کمال میل حاضرم با مدیران بالا صحبت کنم و ایده رو برای بهبود امنیت برای اینکه بهتر از این موقعیت ها توی آینده جلوگیری بشه شهر بدم نمیخوام شاهد مرگ یه همتیمی دیگه باشم پی دبلیو به طور واضح یکی از تنها کارمندهایی بود که واقعا به زندگی بقیه آدمهایی که اونجا کار میکردن اهمیت میداده این مهمه و بعدا بهش برمیگردیم پس با توجه به یادداشت و گزارش های اتفاق مشخصه که بی بخشی از پروژه بدن بزرگتر بوده به احتمال زیاد توی بخش علمی یه جایگاه مدیریتی داشتن این منطقی به نظر میرسه چون اونا گزارش های اتفاق رو می نوشتن. کاری که معمولا مدیریت انجام میده پی دبلیو احتمالا با گل پاپی تحقیق و توسعه انجام داده تا ازش برای پروژه بدن بزرگتر استفاده کنند اونا روی این گل مطالعه میکردن و آزمایش های کوچکتر باش انجام میدادن بعد از اینکه آزمایش بدن بزرگتر توسط دکتر انجام میشد پی به احتمال زیاد رفتار های بزرگتر رو زیر نظر می گرفت تا یادداشت برداره و تحقیقات خودش رو پیش ببره به همین دلیل که P.W. بعد از اینکه کتنپ به بدن بزرگتر تبدیل شد پیشش بود که باعث شد گزارش رو بنویسه اینکه حروف اختصاری P.W. برای چی هستن مطمئن نیستم هیچ کارمند یا شخصیت دیگه ای توی مجموعه با این حروف اختصاری وجود نداره پس فکر میکنم چیزی که بعدا توی داستان یاد میگیریم اما آیا ما توی نقش P.W. بازی میکنیم همون تهای دفترچه یه تقویم کارمندی با یه عالمه قرار و مناسبت هستش مثلا جشن کریسمس ملاقات با کارموزای جدید یا جواب دادن به شکایت حقوقی که توش بهشون گفته شده همه چی رو انکار کنن چیزای خیلی معمولی برای یه کارمند پلی اما یه یادداشت توی تاریخ 28 ژوئن هست که میگه تولد ماست به عبارت دیگه تولد پی دبلیو شاید اولش بی اهمیت به نظر برسه اما این اولین بار نیست که این تاریخ رو میشنویم توی فصل دو وقتی دشمه روی بریده بانزوبانی رو زدیم گفت که میدونه تولد ما کی هستش و و به همون گفت 28 جوان و بعدش رفت و تولدت مبارک رو خوند اما مهمی که شخصیت بانزوبانی رو درک کنیم اون عاشق جشن گرفتن تولد هست. از بابازیش میتونه تا 8 تا تولد رو به خاطر بسپاره و توی همون روز تبریک بگه پس این میتونه چند تا معنی داشته باشه 28 جوان میتونست روزی باشه که ما به کارخونه برگشتیم پس شاید فصل دو همون موقع اتفاق افتاده به خاطر همین چون 28 جوان بود بانزو برنامه ریزی شده بود که به هر کسی که اون دشمن رو بزنه تولد مبارک رو بگه این تولد یکی از هشت تولدی بود که بانزو به خاطر می که اتفاقا تولد پی دبلی بود پس این میتونه یه استرک باشه یا میتونه یعنی ما واقعا توی نقش پی رو بازی میکنیم و بانزو یادشه که ما کی هستیم با توجه به اینکه پی قبلا اینجا کار میکرده ممکنه بانزو تولدش رو به خاطر بسپاره چون به احتمال زیاد یه آدم مهم بوده همونطور که گفتم پی دبلیو توی بخش علمی کار میکرد حتی میتونید اون رو جزء مدیران بالا حساب کنید میدونم که اینا فقط بریدههای مقواییان اما این یعنی که اونا در واقع دارن مستقیم با ما پلیر صحبت میکنن با توجه به اینکه کل مقوایی بریده شده توی هر فصل چی بهمون میگن فکر میکنم میشه گفت که شاید یه ذهن مستقل دارن اصلا تعجب نمیکنم اگه این بریدهها بیشتر از یه تیکه مقوا باشن یه نکته دیگه هم هست که میتونه بیشتر بهمون بگه که داریم توی نقش پی دبلیو بازی میکنیم دلیل اینکه ما به کارخونه برگشتیم حس گناه بود نامه این که دریافت کردیم یه فریاد کمک بود و ما احساس گناه کردیم پس برگشتیم تا اوزار رو درست کنیم و وجدانمون رو از عذاب راحت کنیم قبلا هم جای دیگه این نوع پشیمونی رو دیدیم توی گزارش اتفاق از پی کل صفحه دوم در مورد یادآوری زندگی کارمندای دیگه است اینکه پلی ترمکو باید پروتکل‌های ایمنیشون رو بهتر کنن پی دبلیو حتی میگه که نمیخواد شاهد مرگ یه همتیمی دیگه باشه پشیمونی که پی دبلیو توی این گزارش اسم میکنه میتونه همون پشیمونی باشه که ما رو به کارخونه برگردون پس اگه بخوایم جواب بدیم که این آدم که پی دبلیو به احتمال زیاد توی یه جایگاه مدیریتی توی بخش علمی کار میکرده. با توجه به این اونا احتمالاً گزارش‌های اتفاق زیادی در مورد بقیه آزمایش‌های بدن‌های بزرگتر نوشتن که ما هنوز ندیدیم دیدیمشون اونا روی گل پاپی تحقیق و توسعه انجام دادن تا ببینن چطور میتونه به انتقال شور به بدن دیگه به همراه بخشهایی از بدن انسان کمک کنه مطالعه انسان و گیا چیزی که زیست انجام میدن حالا با این تفظیر فکر میکنید پی دبلیو کسی که ما توی نقشش بازی میکنیم احتمالا نه منظورم اینه که مطمئن نیستم فکر میکنم تولد و کات اوت بانزبانی بیشتر یه استرک است تا یه سرنخ در مانده که ما کی هستیم یعنی کل این دفترچه پر از استرکه ولی کی میدونه شاید کاملا اشتباه میکنم و شاید پی دبلیو کسی که ما توی نقشش بازی میکنیم اما خب باید صبر کنیم و ببینیم شما چی فکر میکنید پی دبلیو کسی که ما توی نقشش بازی میکنیم همونطور که گفتم خودم فکر نمیکنم اما احساس کردم که شواهد خوبی برای احتمال درست بودن این موضوع آوردم پس نظراتتون رو توی کامنت ها بهم بگید و اگه از این مدل محتوای ترسناک خوشتون میاد لطفا کانال رو سابسکرایب کنید ممنون که تماشا کردید و خدا نگهدار